با یاد و نام آفریدگار بزرگ، با داستان دیگری از کانال باتیس در خدمت شما عزیزان هستیم. داستان زن جوانی که شهوتش بالا بود ولی شوهری پیر داشت. داستان امروز ما در مورد زنی است که شهوتش بالا بود و از شوهرش که امیر بود هر شب درخواست همبستری می کرد. اما شوهرش پیر بود. با این وجود زنش بسیار با حیا و با نجابت بود و حتی جلوی ماهی‌های حوض هم روبنده می‌زد و می‌گفت که ماهی‌های نر ممکن است مرا به گناه بکشانند. خلاصه قسمت حساس داستان از جایی شروع می‌شود که قرار شد امیر برای چند روزی به شکار برود. وقتی برگشت خادم خانواده به امیر چیزی گفت که امیر را شوکه کرد و اگر می‌خواهید بدانید که امیر چه کرد و چه اتفاقی در خانه افتاد تا انتهای داستان با ما همراه باشید. روزی روزگاری در ایران قدیم امیر پیری بود که زن بسیار زیبا و دوست داشتنی داشت. زن امیر آنقدر با نجابت و پاک دین بود که امیر از حیای او در شگفت بود و با این خصلتش امیر را بیشتر شیفته خود کرده بود. امیر زنش را بجز در اتاق خواب با لباس نازک و نیمه عریان جای دیگری ندیده بود. زن هرگاه وارد حیات خانه می شد سرش را می پوشاند که مبادا نامحرمی بر پشت بام باشد و او را ببیند. اما با این وجود زن میل جوانی و شهوتش بسیار بالا بود. از شوهرش درخواست همبستری می کرد. اما امیر چون پیر بود می گفت ای زن مرا معاف کن. من همه شهوتم را در جوانی مصرف کردم. اکنون دیگر وقت استراحت من است. زن گفت شوق جوانی را به پای زن دیگری ریختی. اما من هم دل دارم و به تو نیاز دارم. خلاصه اینکه امیر از عهده کار به خوبی بر نمی آمد و توان جسمیش اجازه نمی داد که هر شب با زنش هم بستر شود. زن با اینکه اوقاتش تلخ می شد اما چون شوهرش ثروتمند و مالدار بود دلش نمی آمد که از او جدا شود. روزی از روزها امیر در بازار قدم می زد و به دنبال چند ماهی زیبا برای حوض خانه اش می گشت. خلاصه بعد از کمی گشت و گذار چند ماهی زیبا از فروشنده خرید و آن را درون تنگی نمود و به خانه آورد و همین که وارد خانه شد همسر زیبایش را صدا زد و گفت عزیزم بیا ببین که از بازار چه آوردم. زن با هیجان وارد حیاط شد که یک دفعه متوجه شد همسرش یک تنگ ماهی در دست دارد. زن با دیدن تنگ ماهی روبنده را روی صورت خود انداخت. امیر متعجب شد و نگاهی به پشت بام انداخت. این طرف و آن طرف را نگاه کرد اما کسی روی پشت بام نبود. رو کرد به زن و گفت ای زن کسی بر پشت بام همسایه نیست. روبنده بستنت برای چیست؟ زن گفت عشقم کسانی نامحرم بر بلندا نیستند بلکه درون آب هستند. امیر نگاهی به تنگ آب انداخت و گفت چه میگویی؟ مردم نامحرم؟ زن گفت ترسم از آن است که مبادا یکی از ماهی ها مذکر باشد و صورت مرا ببیند. دوست ندارم کسی جز همسرم صورتم را نظارگر باشد. امیر خنده ای کرد و گفت امان از نجابت تو ای زن. آنقدر سخت نگیر، روبنده ات را بردار و بنشین کنار حوض تا ماهی ها را درون حوض بیاندازم. اما زن قبول نکرد و می خواست با این کارش امیر او را پاکیزه بداند. وقتی امیر در خانه بود همسرش دست و رویش را نمی شست و می گفت ماهیان نر سبب گناه من می شوند و در برابر امیر از نزدیک شدن به حوض خودداری می کرد. یک روز امیر در کنار همسر خود نشسته بود و خادمش هم آنجا حضور داشت. همسر امیر دوباره از ماهی های نر سخن گفت و ادا در آورد و از پاکیزه بودنش حرف زد. امیر نیز با تکان دادن سر او را تایید کرد.
خادم با شنیدن این حرف ناخودآگاه صورتش را چرخاند و لبخند تلخ و تمسخرآمیزی نمود و ابروهایش را طوری تاب داد که گویی همسر امیر را مسخره می کند. امیر که آنجا نشسته بود متوجه خنده های خادم و تمسخرش شده بود. برای اینکه همسرش ناراحت نشود و دعوا به میان کشیده نشود صبر کرد تا همسر به داخل خانه رفت. آنگاه رو کرد به خادم و گفت: مقصودت از آن خنده تلخ و تمسخرآمیزت چه بود؟ خادم گفت: هیچ سرورم، مقصودی نداشتم. امیر گفت: باید علتی داشته باشد. خادم به حرف در نیامد و سکوت کرد. امیر عصبانی شد و خادم ترسید. امیر گفت: نکند ما در خوبی کردن زیاد روی کرده ایم و این گونه گستاخ شده ای؟ راست گفتند اگر خوبی از حد بگذرد نادان خیال باطل می کند. همین الان راستش را بگو یا این که می گویم تو را ببرند به میدان شهر بفروشند. خوب می دانی آنجا به داشتن اربابان ظالم مشهور است. خادم با ترس و لرز گفت: آخر چطور بگویم؟ می ترسم حرفم شما را ناراحت کند. امیر گفت: هرچه هست بگو. خادم گفت: وقتی همسرت از پاکیزگی حرف می زد یاد روزهایی افتادم که شما چند روز به شکار رفتی و در خانه نبودی. امیر گفت: مگر آن روزها چه اتفاقی افتاده بود؟ خادم گفت: راستش هرگاه شما به شکار می روید همسر زیبایتان چهار جوان زیبارو را که در سرداب خانه است و به بند کشیده است نزد آنها می رود. امیر که انتظار همچین حرفی را نداشت بسیار ناراحت شد. با تمام عصبانیتی که داشت گفت: ببینم مگر همسرم چه بدی در حق تو کرده که اینگونه میخوایی او را نزد من بدنام کنی؟ هر که نداند ولی من خوب میدانم که زنم چقدر با حیا و با نجابت است. حالان که زبانت را به تهمت و افترا باز کردی باید تاوانش را هم پس بدهی تا دیگر از این کارها نکنی. میدهم تو را 70 ضربه شلاق بزنند. خادم گفت: سرورم، التماس نمی کنم که مرا شلاق نزنی، چون اگر التماس کنم گمان خواهی کرد که گناهم را که تهمت زدن باشد پذیرفتم. اما بدان من جز راستی و صداقت چیز دیگری نگفتم. اجازه بدهید تا حرفم را ثابت کنم. اگر نتوانستم آنگاه بدهید 700 ضربه شلاق بزنند. امیر تحت تأثیر گفته های خادم قرار گرفت و خودش را آرام کرد و آنگاه گفت: آیا می توانی حرفت را ثابت کنی؟ خادم گفت: من خودم چند بار با گوش خودم شنیدم که صدای عیش و نوش از سرداب خانه ات به گوش می رسید. امیر گفت: بسیار خوب، باید حقیقت را برای من روشن کنی. امیر پیر نزد همسرش حرفی به میان کشید که خیلی وقت است به شکار نرفتم و می خواهم فردا به شکار بروم. لطفاً اسباب سفر مرا مهیا کن. همسر امیر با خوشرویی پذیرفت. روز دیگر امیر به شکار رفت و شب هنگام به خانه خادم بازگشت. به خادم گفت او را درون کوزه های شراب مخفی کند و او را ببرد آنجا که همسرش بزم به پا می کند و با مردان اسیر به ایش می نشیند. امیر در برابر این کار به خادم قول داد که به او 100 من زعفران پاداش بدهد. خادم به ریخت درویشان در آمد. امیر را در کوزه مخفی کرد و به راه افتاد. رفت و رفت تا به خانه امیر رسید. صدای ساز و آواز در کوچه پیچیده بود. درویش به در زد و خواند: آوردم کهن شراب تا پر شود جام شراب. حال بنگرین مکر زنان، حاضر کن 100 من زعفران. باز خواند و خواند تا در را به رویش گشودند. در سرسرای امیر 4 جوان در بند نشسته بودند که بسیار زیبارو بودند. آنها رامشگران می نواختند و جامگردان می در پیاله ها می ریختند.
همسر امیر چند بار به درویش گفت که همان بیت را بخواند و تکرار کند. امیر درون کوزه سوراخی تعبیه کرده بود و تمام شب را نظارگر اتفاقاتی بود که در خانه اش می افتاد و 4 جوان دربند را دید که آنقدر به آنها شراب خورانده بودند که از خود بی خود شده بودند. آنگاه همسرش را دید، همسری که روبندهش را جلوی ماهی های حوض پایین می انداخت، اما امروز با لباس های نیمه اوریان در میان زیبارویان به عیش و نوش مشغول بود. امیر به حال خود می گریست و می گفت به کدام این خطا؟ آخر من چه اشتباهی مرتکب شدم که باید این گونه همسرم در حق من خیانت بکند؟ نزدیک صبح بزم تمام شد و درویش به خانه خود بازگشت و امیر در آن کوزه همچنان شاهد رفتار همسر خود بود و همسر امیر 4 جوان را به سرداب رساند و بعد خود را به بستر رسانید و خوابش برد. امیر از کوزه بیرون آمد و همسرش را به سرداب کنار آن 4 جوان برد. صبح که شد همسر امیر از خواب برخاست و متوجه شد که کنار 4 جوان مست درون سردابه خوابیده است. خواست از در بیرون برود که دید در از پشت قفل شده. ناگهان کنیزکان و خادمان را صدا زد، در که باز نشد. امیر را دید پشت در و رنگ از رخسارش پرید. امیر گفت ای زن، آن روبنده و ماهیان نر کجا و لباسهای پوشیده در خانه‌ات کجا و حال و روز امروزت کجا؟ چرا با من این چنین کردی؟ زن دهانش از ترس قفل شده بود، اما به یک بار گفت من جوان بودم و تو پیر. من هر شب میلم به همخوابی بود، اما تو به هر بهانه شانه خالی می کردی. امیر گفت اینها دلیل نمی شود که دست به خیانت بزنی و گناهت را توجیه کنی. اگر چنین بود پس چرا با من ازدواج کردی؟ زن گفت تو شبها مرا راضی نمی کردی. من در عوض با ثروتت به خواسته های نفسانیم پاسخ دادم و خودم را سیراب کردم. امیر از حرفهای زن اندوهگین شده و او را طلاق داد. سپس تمام جواهرات را از او گرفت. زن که تا آن روز با مال و ثروت امیر بود که عیش و نوش برپا می کرد، بعد از آن دیگر سکه‌ای نداشت که حتی شکمش را سیر کند. زن موظف بود که از مال و ثروت و جسمش که متعلق به همسرش بود محافظت کند. این است عاقبت خیانت در امانت. امیر 4 جوان را از بند رها کرد و از سردا بیرون آورد و از آنها خواست که بگویند ماجرا از چه قرار بوده. جوانها گفتند که یک روز از کنار خانه ات می گذشتیم و پری روی چهره نشان داد. پس هر یک بیهوش شدیم و بعد خود را در سردا به بند دیدیم. هرگاه که تو به شکار می رفتی بندها را می گشود و با ما به عیش می پرداخت. امیر گفت شما هم در این ماجرا مقصرید. نباید به هر کس که به شما روی خوش نشان می دهد نزدیک شوید و طمع در به دست آوردن او نمایید. امیر آن جوانان را نیز سپرد به دست قاضی تا شلاق بزنند. دوستان عزیزم، امیدوارم از این داستان هم لذت برده باشید. نظراتتون رو خوشحال میشم تو کامنت ها ببینم. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و به دوستان خودتون معرفی کنید.